ممنونم از آقای دکتر حیدری، خیلی زحمت کشیدن هم برای خانمم هم برای خودم و دوست بسیار عزیز بنده و خیلی راغب بودم یه روزی بینیمو جراحی کنم، ولی خب سعادت بود که ایشون این عملو برای من انجام بدن. ازشون خیلی ممنونم و امیدوارم که عمل جراحی خوبی داشته باشم. خیلی سپاسگزارم. ممنون. خب آقای دکتر عزیز تشریف آوردن، میگه خیلی خوشحال شدیم که تونستیم این کار رو براشون، انشاءالله نتیجه خیلی خوبی هم بگیرن. مطمئنن که عمل خوبی خواهند انشاءالله. براشون لیفت پیشانی انجام میدیم، اندوسکوپی، لیفت ابرو، لیفت شهیده، این چین هایی که دنایی کراسفیت هستش کشیده میشه و چینا دنایی کراسفیت از بین میره. براشون اوپن راینوپلاستی انجام میدیم، پوز بینی گرفته میشه، افتادگی از بین میره و پروژکشن کم میشه و تزریق چربی در نواحی که زیر چش و خط نیزول ویال هستش براشون انجام میشه و هر جا که لازم هست. ناحیه چونه ها رو هم فرمودید چی بودش؟ آره، تو این خطوط هم اگه لازم هر کاری انجام بشه. بله. نواحی که اونجا هستش، یه حالت اینجوری اخمی خط مریانتتون هم مشخص بشه، اینجا هم میشه براتون تزریق کرد و این نواحی خب خیلی زیاد نمید بشه که چونه خودش جلو هستش. آره. مرسی. بیمار امروزمون آقای درست آقای دکتر محترمی بودن که مراجعه کرده بودن جهت جوانسازی پیشانی، چشم و بینیشون. براشون اول ما لیفت اندوسکوپی پیشانی انجام دادیم که رینکل های خیلی شدیدی در ناحیه پیشانی داشتن. این خطوط رینکل های استاتیک مشخص هستش، میبینید که در حالت انیمیشن رینکل های پیشانی رینکل های دینامیک دیده میشه و رینکل های استاتیک و خطوط اخم شدید. عمل اولمون لیفت اندوسکوپی پیشانی بود که براشون انجام شد و برش داخل مو انجام شد. میبینید که فاصله ابرو تا مژه ها چقدر افزایش پیدا کرده، حتی بینی کشیده شده و از نمای نمیخوام بهشون نشون بده که این بینی هم کشیده شده و این خطوط اخم که اینجا داشتن خطوط اخم کاملا از بین رفته، فاصله این ابرو تا مژه ها افزایش پیدا کرده. در همین نما اگه نگاه بکنید میبینید که ما رینوپلاستیش هم کردیم، تیپ دروپینگ داشت از بین رفتش و یه قوس بینی پیدا کرد و ایلا رزکشن هم برای مریض انجام شد. فاصله ابرو تا مژه ها و میبینید که خطوط اخم بسیار شدیدی که در اینجا کاملا صاف شد که بی تیپ بینی به یه سمت انحراف داشت بالای سرش. میبینید که خطوط رینکل های استاتیک شدید و ابرو فاصله شدید کم بود و تیر تراف داشتن، تو رفتگی گونه ها که برایشون تزریق چربی انجام شد. میبینیم که در نیمروخ یه افتادگی تیپ بینی داشتن، قوز داشتن، افتادگی اصلاح شد، قوس بینی گرفت و یه قوس مناسب. فاصله ابرو تا مژه هاشون میبینیم که چقدر کم بوده، باعث پف شده بود، از بین رفت و یه فاصله مناسبی پیدا کرد و خطوط اخم سنگین ناحیه پیشانی هم از بین رفت. اوپن رینوپلاستی، تزریق چربی به ناحیه گونه، تزریق چربی به ناحیه خط خنده براشون انجام شد. از نمای سوراخ‌های بینیشون اگه نگاه بکنید میبینید که قبل از عمل سوراخ‌های بینی میبینید که ایلار چپ خوابیده بود و دیویشن در کلوملا داشت. الان که میبینید که از نمای پایین اگه نگاه کنید ویسو میبینید که سوراخ‌ها کاملا قرینه شده و تیپ بینی جمع شده و کلوملا هم کاملا در خط وسط قرار گرفته. خب، عمل ما تموم شد. تزریق چربی هم برای مریض انجام شد.